طرح عبور آزادراه اصفهان شیراز از میان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قازی در اصفهان بعد از مخالفت فعالان محیط زیست و البته با وجود ابهامات زیاد لغو شد. مدیر کل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناگهانی اعلام کرد که اصلاح مسیر آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در داخل محدوده پارک ملی کلاه‌قازی مورد تایید این دفتر است و باید از هر گونه دخل و تصرف در محدوده آن جلوگیری شود. با وجود اینکه این مکاتبه رسمی بوده، اما برخی رسانه‌ها زودتر از مدیران استان اصفهان این دستور را منتشر کردند. با وجود این، هنوز راه‌های جایگزینی برای این آزادراه مشخص نشده. این منطقه مدت هاست از حضور معادن و شکارچیان آسیب زیادی دیده و چند سالی است که موضوع رد شدن آزادراه اصفهان شیراز از شرق این پارک مطرح شده. طبق طرح اصلی ساخت این بزرگراه قرار بود قطعه سوم این پروژه ملی از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قازی بگذرد. آزادراه کنارگذر شرق که نقطه اتصال کریدور شمال به جنوب کشور است. طبق این طرح قرار بود ورودی آزادراه در این منطقه از نقطه استراتژیک به نام لاشوتور در غرب پارک ملی کلاه‌قازی عبور کند. این محدود زیستگاه آهو، کل و بز است و با تسهیل عبور و مرور در این منطقه مخاطرات حفاظتی و زیست محیطی آن افزایش پیدا می کند. اگر این طرح تصویب می شد، حدود 3 تا 8 کیلومتر از این جاده از گردنه مهم لاشوتور عبور می کرد و شکار کلها و بزهای محدوده تنگه زندان افزایش پیدا می کرد. منطقه‌ای که امروز تحت عنوان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قازی شناخته می شود، با داشتن گله های عظیم پازن و آهو در میان کوه‌ها و صخره های ریز و درشت در سال 1346 به همراه 16 منطقه دیگر قروق اعلام شد. در سال 1349 با توجه به وسعت زیاد منطقه برای امکان مدیریت بهتر به دو قسمت تقسیم شد. قسمت شمال غربی منطقه حفاظت شده شاهکوه نامیده شد و قسمت جنوب شرقی آن شامل ارتفاعات کلاه‌قازی، شیدان، ورپشت و قرنه پارک وحش کلاه‌قازی نام گرفت. در سال 1369 با توسعه صنعت و کشاورزی و باغات در این منطقه، منطقه شاهکوه آزاد اعلام شد و پارک وحش کلاه‌قازی به پناهگاه حیات وحش تنزل پیدا کرد. در سال 1374 نیز بخشی از منطقه به پارک ملی ارتقا یافت و باقی پناهگاه حیات وحش باقی ماند. این منطقه از شکارگاه‌های مخصوص پادشاهان صفوی و قاجاری محسوب می‌شد و ارتفاعات آن همراه با دشت‌های اطرافش یکی از بهترین زیستگاه‌های حیات وحش این منطقه از ایران شمرده می‌شد.